با ما درباره آرایش جدید نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و انتقال ناو هواپیمابر روزولت از اقیانوس آرام غربی به دریای مدیترانه و اعزام زیردریایی هسته‌ای مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم با شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. آقای مدرس، به نظر می‌رسه تداوم تنش‌ها در خاورمیانه برخلاف انتظار جمهوری اسلامی و حامیانش باعث تثبیت حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه شده و حتی انتقال ناو هواپیمابر از اقیانوس آرام و شرق آسیا میتونه حاوی این پیام باشه که تأمین امنیت اسرائیل از حفظ توازن استراتژیک با چین در شرق آسیا حتی مهمتره. ارزیابی شما. وقتتون بخیر جناب یزدانیان گرامی. دقیقاً همینطور ایالات متحده داره نشون میده که نمیتونه متحد استراتژیک خودش در خاورمیانه رو تنها بگذاره. این دلیل هست که به شکل اولا اومدن اعلام کردن که زیردریایی USS جورجا که دارای موشک‌های هدایت شونده هست داره به منطقه اعزام میشه. چرا این بی سابقه است؟ به خاطر اینکه عمدتاً وقتی که زیردریایی‌ها اعزام میشن به منطقه‌ای، به خاطر این هست که بتونن خودشون رو مخفی نگه دارن، این مسئله رو اعلام نمی‌کنن. ولی وقتی که ایالات متحده داره همین مسئله رو اعلام می‌کنه، هم اعلام می‌کنه که USS ابراهام لینکلن داره به منطقه اعزام میشه و ازشون خواستن که سرعت بیشتری به رسیدن به منطقه داشته باشن، به این مفهوم هست که ایالات متحده داره عملا نشون میده که از هیچ تلاشی برای حمایت از اسرائیل فروگذار نخواهد کرد. این به این مفهوم خواهد بود که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره دست به حمله گسترده علیه اسرائیل بزنه، ایالات متحده در کنار اسرائیل خواهد بود در زمینه دفع این حملات، خصوصا وقتی که ما در نظر میگیریم که به عنوان مثال ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن جنگنده های F-35C رو در خودش داره. اما از سوی دیگه پاسخ جمهوری اسلامی چه میتونه باشه به این مسئله؟ ببینید، جمهوری اسلامی درش الان یک دوگانگی ایجاد شده بین دادن یک پاسخ محدود که تبعات کمتری رو برای دولت آقای پزشکیان به بار بیاره و یک پاسخ گسترده که نظام رو راضی کنه، اون کارکرد پروپاگاندایی داخلی خودش رو بتونه حفظ کنه، ولی خب میتونه تبعات بسیار زیادی به بار بیاره، از جمله یک جنگ گسترده. اگه جمهوری اسلامی به سمت سناریوی اول بخواد بره، این احتمال وجود داره که بخواد در کردستان عراق عملیاتی انجام بده. چرا؟ به خاطر خلأ قدرتی که اونجا وجود داره. اینها مجددا اعلام خواهند کرد که ما یک سری از خانه های امن به عنوان مثال موساد رو هدف قرار دادیم و موفق شدیم این کار رو انجام بدیم. اما اگر واقعا جمهوری اسلامی دست به این حماقت بزنه و وارد یک جنگ تمام عیار علیه اسرائیل بشه و این جنگ تلفاتی داشته باشه، اون موقع برای اینکه کنترل منطقه از دست خارج نشه در شرایط بحرانی، ایالات متحده ترجیحش بر این خواهد بود که بتونه در منطقه خاورمیانه اعمال نفوذ بیشتری داشته باشه تا شرق آسیا. خب آقای مدرس، به رغم آرایش جدید نظامی آمریکا در خاورمیانه، قدرت‌های اروپایی هم امروز از ایران خواستن که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. به نظر شما با توجه به توضیحاتی که دادید، جمهوری اسلامی از حمله نظامی مستقیم به اسرائیل چه برآوردی داره؟ آیا در موقعیتی هست که بتونه شرایط رو برای حفظ منافع ملی خودش مدیریت کنه؟ کوتاه لطفاً. ببینید، شما وقتی باید امکانهای مختلفی داشته باشید، امکان سیاسی، امکان اجتماعی، امکان اقتصادی. جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ کدوم از این امکانها رو نداره برای اینکه بتونه وارد یک جنگ شه. به همین دلیل هست که یک دو دستگی بسیار پررنگی در داخل نظام ایجاد شده، مبنی بر اینکه یک عملیات محدود بخوان انجام بدن یا یک عملیات کلی بخوان انجام بدن. و در چنین شرایطی شروع یک جنگ از سمت جمهوری اسلامی و از سمت متحدین و نیروهای نیابتی و گروه های اقماری که داره ممکنه منجر به یک حمله پیشدستانه یا پریمپتی و تک از سمت اسرائیل به سمت جمهوری اسلامی بشه، که ما پیش از این هم شاهد حملاتی از این قبیل از سمت اسرائیل بودیم. این امکان وجود داره که اسرائیل ضربه اول رو بزنه که ضربه جمهوری اسلامی رو بتونه به نوعی خونسا بکنه. سپاسگزارم آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا با ما.